ادامه روند جمع‌بندی نتایج انتخابات پارلمانی، کمیسیون مستقل انتخابات برای نهایی سازی نتایج انتخابات پارلمانی تلاش می‌کند تا تمامی اطلاعات رای دهندگان را از دستگاه‌های بایومتریک به ذخیره‌گاه کمیسیون مستقل انتخابات انتقال دهد. در همین حال هنوز هم جریان‌های سیاسی روی معیار قرار دادن آرای بایومتریک شده در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی تاکید دارند. در برنامه کنونی روی چگونگی ادامه کار کمیسیون مستقل انتخابات میپردازیم. بینده های عزیز سلام، به برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقای محمد موسی فریور، استاد دانشگاه و از نامزدان مجلس نمایندگان از حوزه کابل، و همچنان آقای مطیع الله ابراهیم‌زاده، آگاه مسائل انتخاباتی. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زود خوش آمدید. آقای فریور، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. شما به عنوان یکی از نامزدان مجلس نمایندگان از حوزه کابل، اقدامات و تلاش هایی که از طرف کمیسیون های انتخاباتی روی دست گرفته شده به خاطر بازشماری و جمع‌بندی نتایج انتخابات پارلمانی، چقدر مورد قناعت شما و مورد پذیرش شما هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بین استعین بار سلام با شنونده و بیننده، همکاران تکنیکی شما، شریک بحث خود آقای ابراهیم‌زاده، و با تشکر از برنامه شما، در شک نیست که انتخابات یک روند یا پروسه ملی است و سرنوشت افغانستان را رقم میزنه و ملت افغانستان و خصوصا شهروندان ولایت کابل و شهر کابل با قبول تمام خطرات جانی و مالی رفتن به پای صندوق‌های رای و قربانی دادن و اراده خود به نمایش گذاشتن که از همشان باید ما اظهار سپاس تشکر کنم یا کنیم، و خودم از دوستایم و عزیزایم، خصوصا شاگردای دیروز امروزم که صادقانه و فداکارانه در کنارم قرار گرفتن، از اظهار سپاس تشکر میکنم. با معذرت، ما از نتایج که خودم به دست آوردم راضی هستم. یعنی هدف می بود اقدامات را که کمیسیون در حال حاضر انجام میتن چگونه؟ ما نتایج کار خود و ستاد انتخاباتی خود راضی هستم و طبعا توقع داشتم و دارم که کمیسیون انتخاباتی، خصوصا کمیسیون مستقل انتخابات، بر اساس اصل شفافیت عمل کنن، و تا بالا ما انتظار امیدواری خود حفظ کردیم با شناختی که از رؤسای دو کمیسیون محترم انتخاباتی دارم، یا آدم های اکادمیک هستند، شخصیت های شناخته شده هستند. تا بال ما احساس نمی کنم که زیر بار و فشار برن. و تشکر آقای فریور، به شما دوباره برمیگردیم. آقای ابراهیم‌زاده، فکر میکنین واقعا رهبری فعلی کمیسیون مستقل انتخابات یک اراده جدی دارند و زیر بار هیچ کس نخواهند رفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب استاد، بینندگان محترم و همکاران تکنیکی شما. ما در رابطه با پروسس شما باید یه جواب بگویم که یک مسئله اراده است، یکی مسئله ظرفیت است. خب اراده مربوط به شخص میشه، این غیب از خدا میفهمه. خب اول استاد گفتن کسایی هستن که اکادمیک هستن. ما زیاد باورم نمیه. ما به دلیل ازی که یکی است که یک شخص در صنف استاد میشه، تباشیر به دستش یا مارکر به دستش تدریس میکنه، و یک کس است که عملا وارد صحنه میشه و مدیریت پیش میبره. اگر به گذشته توجه شود، پروسه های کمیسیون های انتخاباتی پیش بردن تا به حال را در تمام عرصه ها متاسفانه یا ناکام بودن. یعنی از ثبت نام رای دهنده ها، تهیه لیست رای دهنده ها، متوازن سازی مراکز، برگزاری انتخابات که بسیار چالش هایی را در روز انتخابات، با وصفه که جناب استاد هم به او اشاره کردن که مردم افغانستان در تمام ولایت با قبول تمام خطرات وارد صحنه شدن و با پای صندوق های رای رفتن، اما متاسفانه ایده زیادی توسط طالبان از رای باز ماندن و ایده هم توسط مدیریان ضعیف و مدیریت ضعیف و ناکارای کمیسیون مستقل انتخابات. خب حداقل امروز در نشست خبری که رئیس جمهور غنی با دبیر کل ناتو در شهر کابل داشت، در اینجا گفت که ما یعنی استقلالیت خود حفظ کردیم، در امور کمیسیون مستقل انتخابات دخالت نداشتیم، و آنچه مشکلی که پیش آمد در نتیجه ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات بوده. این چقدر میتونه توجیه بکنه نقش حکومت در مدیریت انتخابات؟
تصادفا با میگه به رئیس جمهور تا حد ما موافق هستم به دلیل ازی که وقت مداخله صورت میگیره در کار یک شخص که شخص بی‌نهایت ضعیف باشه، وقتی که بادیگارد رئیس جمهور یا موظف تشریفات رئیس جمهور موجود است و رئیس کمیسیون انتخابات که شخص اکادمیک هم است به قول استاد و دکترا هم داره، این حد نمیفهمه که چوکی رئیس جمهور کی باید ترتیب و تنظیم بکنه. این باز مشکل رئیس جمهور نیست. یعنی در حال حاضر فکر میکنین که حکومت افغانستان در کار کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر جنبندی نتایج انتخابات پارلمانی دخالت نداره؟ اگر دخالت هم میکنه از ضعف مدیریتشون میکنه. اگر دخالت هم میکنه بدون شک یک امر طبیعی است، تنها در افغانستان نه، در تمام دنیا تیم های حاکم و غیر حاکم تلاش میکنن در انتخابات نفوذ بکنن، اما این مربوط میشه به مدیریت نهادهای انتخاباتی و کمیسیون های انتخاباتی که تا چی حد میتونن مانع این مداخله خوب از جناب حکومت باشه و چی از اون که آقای امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده. یعنی بر اساس اطلاعات از اونا از ارگ ریاست جمهوری تماس گرفته میشه به شما را از نامزدا و میگه که صلاحیت نهایی یا مو نتیجه نهایی انتخابات پیش ما هست. خب این تقریبا ما باید یک چیز بگیم که بعضی شایع پراگنیا هم است، اما همین موضوع را وقتی که امرالله صالح به فیسبوک خود نشر کرده بود کمیسیون مستقل انتخابات باید مستقیما در این رابطه واکنش نشان میداد، ارگ ریاست جمهوری باید واکنش نشان میداد، اما تال را شما میبینید که از اونها تال را صدای بر نیامده. خب حداقل این به گونه مشخص هم نام گرفته شده. فکر میکنین چرا حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات در این برابر خاموش هستند؟ ببینین کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان که خاموشی را اختیار کردن، سوال هم اینجا است که آقای امرالله صالح برحق است؟ اگر برحق است وا به حاله ما که چنین انتخابات را میخواهیم که برگزار کردیم و از این انتخابات ما توقع داشته باشیم. تا جایی که من حیث یک کارمند تکنیکی پروسه با پروسه تجربه دارم، اینی ثقیل‌ترین یا خطرناک‌ترین مرحله انتخابات اعلان نتیجه است. انتخابات یک پروسه تکنیکی و حقوقی است، نتایج سیاسی است. و متاسفانه کمیسیون انتخابات، ما قبلا هم گفتم من نمی‌فهمم که استاد در کدام قسمت از اینا راضی هستند، اما تا حال را اعضای اردو کمیسیون متاسفانه در کار خود مطلقا ناکام هستند و هیچ کار مطابق با قانون و طرز عمل نکردند. تشکر آقای فریور. موارد را که آقای صالح نشر کرده، حداقل اگر حکومت به این موارد توجه نکنه واقعا چقدر میتونه آسیب پذیریش در میان کارآمد بیشتر باشه به خاطر پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی؟ ما میگم که باید حتما عکس العمل نشان بده و اگر عکس العمل نشان نده ای به گفته ما کابلیا کاسه زیر نیم کاسه است و ای نباید این سکوت ادامه پیدا کنه. و میخوایم به تبصیری که آقای ابراهیم زایی کرد یک اشاره کنم. ما نباید سراسر کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی رو ملامت کنیم. پیشتر هم در مقدمه افتم که یک پروسی ملی است یا یک روند ملی است و عوامل مختلف دست به هم میتن، نورسایی ها رو به حساب رقم میزنه. یکی از عوامل تیم نوی که تشکیل شده بر انتخابات، یعنی تجربه طولانی نداره که از چند دوره را پشت سر گذاشته باشه. خب هر دوره یعنی کاملا کمشترا کمی ها و کاستی ها و چالش های را که شرکای انتخاباتی داشتن چرا پذیرفته نمیشه؟ حداقل صحبت امروز رئیس جمهور غنی را شما توجه کنین، میگن که در انتخابات موفقانه پارلمانی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نقش اساسی بازی کردن، هیچ گونه علائم مداخله از سوی آنان به چشم نمیخوره. خب در حالی که نوارهای تصویری از ولایت بغلان نشر شدن و از ولایت‌های دیگه هم که پلیس عملا مداخله کرده. خب ببینین ما استثناءات چی نمیکنیم، نادیده نمیگیریم. ما خودم به عنوان شخصی که نامزد بودم و منافع ما از نظر شخصی دیگه مطرح است، ما به بعض نارسایی‌ها هم در نفس کمیسیون و هم در نفس خود نامزدا و خصوصا باندای مافیایی که به نوی از آنها میخواستن و میخواین که به حساب پارلمان غصب کنن، ایران باید آدم از نظر دور نندازه. مثلا یک مثال بر شما میتم. معلمین ارچند آقای میرویس بلخی دوست شخصی ما است، شاید در صفحه تلویزیون با دیدگاه ما موافق نماشه. معلمین من با کمیسیون انتخابات به حساب با توافق که وزارت معارف با کمیسیون مستقل انتخابات داره قرار میشه که معلمین به این پروسه را چی کنن؟ برا بندازن یا به حساب مدیریت کنن. معلم عمدن و قصدن تا ساعت 11 بجه در چی نمیه؟ در
سر کار نمیه. چرا؟ میگم ما تهدید شدیم، میگم ما تهدید شدیم، ولایت ها تهدید شدند، میگم ما تهدید شدیم، گفتن به دلیل اینکه خانواده ها اجازه ندادن، خب ما مشکل دیگه خصوصا طبقه ناسه، میگم ما تهدید شدیم و علائم نشان میده که نامزدهای معین افراد به حساب تطمیع کرده که تو در پروسه شرکت نکو تا پروسه را با تاخر و تعطل مواجه بسازد تا مطابق میل خود تشکر. با در آرا مداخله کنه. تشکر. اینی عوامل ما باید بگویم که اینی سبوتاژ هم بوده. تشکر. اگر حکومت مداخله منفی نکرده باندای مافیایی قدرت و خصوصا توریستای اقتصادی که میخوان پارلمان افغانستان اشغال کنن یا غصب کنن در سبوتاژ عملی انتخابات تشکر. بدون شک و نقش داشته. تشکر آقای فریبر. دوباره برمیگردیم. بیننده های گرامی یک وقفه کوتاه میگیریم. به ادامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدین. آقای ابراهیم زایی، حال کمیسیون مستقل انتخابات تا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم آرای 11 ولایت کشور بازشماری کرده و بر اساس آمار دیروز کمیسیون حداقل از 25 ولایت صندوق ها و دستگاه های بایومتریک به مرکز رسیده که باقیش نرسیده. یعنی در این مدت زمانی که باقی مانده کمیسیون موفق میشه که بازم با وجود این که تأخیر در تقویم اعلام نتایج ابتدایی آورده در همون تاریخ اعلان بتونه؟ ما میخوایم قبل از اینکه سوال شما رو جواب بگویم، ضعف مدیریتی در کار کرده کمیسیون انتخابات از ذره من شمس است. هیچ کس نمیتونه از این چشم پوشی کنه. اشتراک معلمین یا استفاده از معلمین در پروسه انتخابات طبق پلان، چون در گذشته ها همی کارمندای روزمره برای 3 روز کارمند معقد گرفته میشد، به خاطر از اینکه در روز زمان بر از اونها امتیاز هم مد نظر گرفته، اجازه بدین در روز زمان وقتی که مد نظر گرفته میشد به دلیل سر و صداهایی که کارمندا هیچ نوع ضمانت ندارن، کارمندای معقد مداخله میکنن، به این دلیل گفتن خب بیا از معلمین مکاتب استفاده بکنیم و از معلمین مکاتب قبل از اینکه به پروسه برن 3 روز ترنینگ دیدن، این آموزش دیدن تا دی پروسه. متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات قبلا هم خدمت شما عرض کردم که در قسمت لیست رای دهنده، تایی لیست رای دهنده اینا که از تذکیره استفاده کردن بنابر دلایل در این پروسه ناکام شدن و به خاطر که ناکامی خود توجیه بکنن دیگه از ارائه ارقام خودداری کردن و ارقام خیالی بالا بردن، چون اونجا هم یا مشکل از یا بود که پلان بی نداشتن و در این قسمت هم یا پلان بی نداشتن، اینا کار نکردن متاسفانه، یا بودجه خود طور سنجش میکنن فکس در پروسه های، چون انتخابات باید بودجه طور استفاده شود و طور پلان گذاری شود که ما برای پلان بی خود آمادگی داشته باشیم. به طور مثال ما پلان بی چطور؟ مثلا شما دیدین که در ولایت غزنی انتخابات نشد یا در ولایت قندهار بنابر مشکلات برفتی بعدی انتخابات برگزار کردن، با وصفی که یک هفته بعد در قندهار انتخابات برگزار کردن به عین مشکلاتی که در ولایت کابل مواجه بودن، نرسیدن مواد به اصلی وقت، نرسیدن کارمند به اصلی وقت، در باز عدم باز شدن محلات و مراکز به اصلی وقت، همه مشکلات هیچ نبا پیشگیری نشد. به خاطر پرسش قبلی را مطرح کردم آقای ابراهیم زایی، به خاطر از اینکه جریان های سیاسی هنوز هم روی معیار قرار دادن سیستم بایومتریک تاکید میکنن و هنوز کمیسیون در یک تفاهم نرسیده با جریان های سیاسی، هنوز هم اعتراض دارن، یعنی موافق میشن که نتایج در موسی قوس اعلام بکنن؟ با هیچ وجه یا موافق نمیشن، و اگر نتیجه را اعلان هم بکنن بسیار جنجال برانگیز خواهد بود و خاص جریان های سیاسی. متاسفانه جریان های سیاسی هم بدون از اینکه موضوع را مد نظر بگیرن ابعاد حقوقی، اگر ادعای آقای صالح راست باشه پس ما یک تفاهم به اساس تفاهم سیاسی یک تعداد خاط آمدن و اعلان کردن. متاسفانه من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که کمیسیون توانایی زمینه نداشت، مشروعیت سیاسی یا ذهنیت سیاسی برای این پروسه اصلا وجود نداره. مشروعیت یعنی چی؟ شفافیت یعنی چی؟ پذیرفتن نتیجه. پذیرفتن نتیجه از خانه عامه باید ترمیم شوه که اینمی مسائل را که آقای صالح مطرح کرده، این نه تنها ایره ترمیم نمیکنه بلکه از این بدتر خرشدار میسازه. مسئله دیگه ای که من خدمت شما عرض میکنم که مسئله بایومتریک است. ببینید اول خو عذاب هر کدام از یا کاذر هستند، یک روز در می بس تعریف از یاز بایومتریک چی است؟ آ دستگاه را که میسون انتخابات آورده بود این دستگاه بایومتریک بود واقعا، یا با مفهوم بایومتریک میفهمن که بایومتریک خب هر چی که بود خب اونا تاکیدشون این است که رأی که توسط همین دستگاه استفاده شده همون معیار باشه. با معذرت که جناب استاد اینجا حضور دارن و اینا استاد حقوق هستن و قانون تدریس میکنن، در قانون اساسی افغانستان هر شهروند یا هر تبع افغانستان که سن 18 را تکمیل بکنه او حق رای دهی را داره. ای که من میرم یا خودت میری من حیث تبعه
و با با با, با میخوای رایت استفاده کنی، دستگاه بایومتریک مشکل داره. دی گناه تو چی است یا مشکل ما چی است؟ هیچ کسی بدون حکم محکمه حق نداره که حقوق اساسی که عبارت از امون استعمال رای است کسی را از این محروم بسازه. شما دیدین که در قسمت مشکلات در لیست رای دهنده که مشکلات مدیریتی و تکنیکی کمیسیون انتخابات بود، این موضوع گیری ملایبت الله مقا به اصطلاح توان داره که بازور تفنگ مردم ما مانعی میشه که برای نبین ملا گلاجان سیاد همقا زور داره که به ضعف مدیریتی و به بیسوادی خود مانعی رای دادن مردم شد. تشکر. آقای فریور، فکر میکنین که در تاریخی را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده با این کار شیوه و اون جزیات را که ما خدمتتان پیشتر ارائه کردم که آرای 11 ولایت هنوز بازشماری شده و بر بنیاد آمار دیروزشان که 25 ولایت صندوق ها و دستگاه ها به کابل رسیده باقی نرسیده، یعنی موفق میشن که نتایج مشخص بسازن؟ مشکلات قابل فهم، مشکلات قابل فهم و قابل درک است و بیاین شتاب زده قضاوت نکنیم. ما فهم ما ایست که اول مشکلات متاسفانه بین هر دو کمیسیون وجود داره، باید هر دو کمیسیون موازی خود برای تعریف رای و برای شناخت رای سیاه از به حساب رای پاک باید متحد المال بسازن. متاسفانه این مشکل عملا وجود داره و تا جایی که دیدیم موازی شانال کم کم نزدیک هم میشه. ولی یک چیزی که بروز هم ما زبان یکی از رهبرهای سیاسی افغانستان شنیدیم که مصر بودن و بسیار تاکید میکردن علی رغم گپایی که آقای ابراهیمزاده میزنه که بر بایومتریک بودن انتخابات و تاکید دارن و فقط میگن ما نتایج اون مواردی را میپذیریم که بایومتریک شده باشه و در مقدمه شما هم گفتین که به بانک اطلاعاتی آمده باشه اون امور تایید کرده باشه. اگر قرار باشه ما میار آرای غیر بایومتریک قرار بدیم، طبعا با تقلب چی میکنیم؟ در حقیقت به رسمیت میشناسیم. خب با اذان، با اذان، با اذان و با موافقت با گپ برادر ما ابراهیم زین که حق رای در افغانستان مطابق قانون اساسی و نظام انتخاباتی ما یک حق است و هیچ کس حق نداره که ما را از رای دادن، حق رای دادن محروم بسازه. ولی متاسفانه به همین بانه اشخاص معین، نامزادهای معین، خصوصا باندهای مافیایی و قراردادهای ناتو متاسفانه عملی انتخابات سبوتاش کردن و به شکل طبیعی موانع را در راه به حساب برگزاری یک انتخابات شفاف ایجاد کرد که از هیچ کس انکار کرده نمیتونم. من خودم شاهد صحنه بودم، از کس دیگر روایت نمیکنم. استاد، یعنی مکانیزم و طرح را که کمیسیون های انتخاباتی هفته گذشته اعلام کردن، یعنی این موارد را که شما نگرانی دارین میتونه اصلاح بکنه یا نه؟ امیدوار هستم که با می توافقاتی که بین دو کمیسیون صورت میگیره تشویق بایومتریک پذیرفته میشه، هم آرایی که به اساس فهرست صورت گرفته پذیرفته میشه، هم آرایی که توسط قلم در فهرست نامشان درج شده. اگر ما شخصا پرسان کنین، ما خودم هم گذشته از اینکه موازی عذاب سیاسی در مورد آرا یا چگونگی آرا چگونه است، تأکید مهمی است، به سران هر دو کمیسیون تأکید میکنم که فقط ملاک شمارش آرا باید آرای بایومتریک باشه. در صورت که غیر از اون میکنین برایند این انتخابات هر چی باشه مورد پذیرش قرار میگیره؟ ما میگم الزاماً باید مورد پذیرش قرار بگیره، غیر از با وجودی که میزان سقف به حساب آرا پایین میه ولی حداقل شفافیت انتخابات را تضمین میکنه. ما سر کمیت آرا تاکید هیچ وقت حساب نمیکنم، سر کیفیت و سر پاک بودن و شفاف بودن عملی انتخابات ما تاکید میکنم. دخالت حکومت چقدر در بحث جنبندی نتایج انتخاباتی شما میپذیرید؟ خب چیزی که ما همیشه گفتم با استفاده از فرصت از تریبیون تلویزیون خورشید به سران هر دو کمیسیون میگم که شما در برابر یک آزمون بزرگ لایق قرار دارید. تاریخ افغانستان در مورد اعمال امروزتان قضاوت میکنه. اگر شما زیر بار و فشار رفتین، اگر تطمیع شدین یا تحت فشارهای گوناگون در عملی انتخابات با گفتی آقای ابراهیم زین تصمیم سیاسی گرفتین، باز نام بد را در تاریخ افغانستان بر خود کمایی میکنه. امیدوار هستم که اگر تحت فشار قرار گرفتین مردانه و شجاعانه بیاین در کنار ملت خب قرار بگیرید و مناسبتان استعفا کنید. خب حداقل اگر ادعای آقای صالح درست باشه که باز هم ما میبینیم حکومت تلاش میکنه با مو تفاهم سیاسی. ما پیش ببینین اگر حکومت در آرای شفاف مردم مهندسی کنه، این خیانت به حساب پروسی ملی انتخابات خود بود.
و قطعا قابل توجیه نیست. هر گونه مداخله حکومت، هر گونه مداخله باندهای مافیایی قدرت و توریست‌های اقتصادی در نتیجه شمارش آرا خیانت به ملت افغانستان است و قابل قبول بر ملت افغانستان نمی باشد. آقای برمزه، چگونه یک نتیجه انتخابات پارلمانی خواهد داشتیم؟ متاسفانه نتیجه بسیار جنجالی به می وضعیت که ما می‌بینیم و غیر قابل قبول. یک مسئله، مسئله که جناب استاد گفت که اگر ما در قانون اساسی اینا مدرس قانون اساسی هستن شاید اینه متوجه شده باشن. میارات بین المللی ترنوت یا میزان مشارکت یکی از معلف هاییست که انتخابات اعتبار می باشه. بر اندازه که میزان مشارکت بالا باشه به اون اندازه انتخابات اعتبار داره. یعنی شما نگران هستین که اگر دستگاه های بایومتریک میار شد میزان مشارکت پایین. ببینید دستگاه بایومتریک ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم وقتی که ما میایم به استودیوی شما حاضر میشم و بس اگر کمره و مایک شما مشکل داره مشکل از ماست یا شما خب کمیسیون انتخابات ادعا میکنه که 90 درصد آرا با استفاده از بایومتریک صورت گرفته کدام 90 درصد خب اطلاعات از کمیسیون میگه یا خو میگن که یعنی ما انتخابات مصر... اگر 90 درصد صورت گرفته که میزان مشارکت مردم باز پایین نمیاد شما خود در شهر کابل بودین شما دیدین که تعداد زیاد مردم در اول صبح میخواستن اشتراک بکنن در انتخابات اما تا ساعت 11 که وقتی محلات زینا مراکز زینا باز نشد دوباره گشتن به خانه های خود بر نگشتن 350 هزار نفر در کابل اشتراک کرده 300 به قول خود کمیسیون 104 کاندید داریم ما اینجا یک شهری که به گفته خود کمیسیون 1.6 میلیون نفر ثبت نام کرده و 6 میلیون نفوذ داره 350 هزار نفر اشتراک میکنه برای 804 کاندید رای وارز میشه و در این 350 هزار هم تقریبا 100 هزار ازی بنابر یا 200 هزار ازی بنابر عدم بایومتریک باطل میشه و 33 نماینده به 150 هزار رای از 800 کاندید که این بر هر کرسی 24 نفر باشه شما چقدر میزان پشتوانی مردمی ازی پارلمان رو پیش بینی میکنین؟ ببینید کجا اول خویا باید این را حفظ میدانستن که در کدام کشور همسایه ما سیستم الکترونیکی انتخابات است؟ ببینید بایومتریک از یا آی آنلاین بود وقتی که آنلاین نشد دستگاه بایومتریک یا رجیستریشن بایومتریک یعنی چی این خب معنا نداره یا باید میکنه اجازه بدین کمیسیون کرده بود آله. که آله. هم آفلاین است هم آنلاین اما حال ثابت شد ببینید. که تمامش آفلاین بوده آفلاین بوده و این دستگاه را نمیتونیم دستگاه بایومتریک بگوییم یک دستگاه یک الکترونیکال رجیسترال دیوایس است که مسئله بایومتریک براتون گفتم بحث تکنیکی جداگانه داره یا باید طرز العمل ها پروسیجرهای مختلف پلان های ای بی سی می داشتن در این مورد اول در وقت کم پذیرفتن از این دستگاه خودش زمینه را برای اختلال اذهان عامه ایجاد کرد دوم آل هم اینا باید دست به کار شون میکانیزم هایی را پیش بینی کنند طرز العمل های که آرای حقی مردم باطل نشه ما طرفدار از این نیستیم کسانی که صندوق پر کردن و کسانی که به اصطلاح تقلب کردن اونا به پارلمان رای اما کسانی که اشتراک کردن از او جمله دو تا رهبران وحدت حکومت وحدت ملی اثران حکومت وحدت ملی آقای سرور دانش به می شکل که شما گفتین رای داده دکتر صاحب عبدالله به می شکل رای داده که این نامش در لیست رای دهنده نبوده چی تفاوت دارم من با دکتر صاحب عبدالله نظر به قانون اساسی افغانستان که من وقتی که نامم در لیست نیست من از مرکز دوباره به خانه‌ام روان میکنم و دکتر صاحب عبدالله را به بسیار شان و فتش نامش را به قلم نوشته میکنه رئیس جمهور داره اعتبار است یا هم تو از آقای دانش این مشکلات تکنیکی در این پروسه تمامش از عدم مدیریت درسته که میسونه مستقل انتخابات و بس اندک است میخوایم که به عنوان نتیجه گیری پیامد نتایجی که قرار است اعلان شود چی خواهد بود خب خدا کنه گپ ما درست نباشه ما متاسفانه میریم به طرف یک بحران انتخاباتی و بحران سیاسی که فعلا وضعیت سیاسی هم در او وضعیت نیست آله باید قبل از اینکه نتیجه را اعلان کنن من قبلا هم گفتم ابعاد این انتخابات چند بودی بوده چند بود تفتش شوه و یک نتیجه نسبتا قابل قبول اگه اعلان شوی بهتر تشکر پیامدش در چی میبینین استاد اگر مداخله سیاسی در انتخابات صورت میگیره از طرف حاکمیت از طرف سفارتخانه از طرف یونما مثل قبلا صورت گرفت بدون شک نتیجه بر شخص خود ما قابل قبول نیست چی رسه به ای که به طرفدارای ما یا سایر نامزدهای محترمی که است ما امیدوار هستم که سران هر دو کمیسیون با احساس مسئولیت در برابر خدا و در برابر مردم و ای در کی موضوع که اگر امروز یا زیر فشار و زیر بار برن
فردا تاریخ افغانستان یا را محکوم میسازد. تشکر. و نام سیا در تاریخ افغانستان مثل دیگر رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی برای خود کمایی نکنند. تشکر. سپاسگزار هستم از حضورتان و همچنین بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده پارلمان 97 بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.